آینده روابط تهران و واشنگتن در گرو انتخابات 13 آبان. در 60 دقیقه امشب میپرسیم ترامپ یا بایدن، ترجیح مخالفان جمهوری اسلامی کدام نامزد است؟ این سوال را از مهمانی میپرسیم که میگوید طرفدار سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ است و تحلیلگری که معتقد است بودن بایدن در کاخ سفید به نفع مخالفان حکومت ایران است. در ادامه برنامه امشب، چانه زنی در میز مذاکره، زورآزمایی در میدان جنگ، افزایش خشونت‌ها در افغانستان چه اثری بر مذاکرات صلح می‌گذارد؟ می‌خوام شهید بشم. این جنایت علیه بشریت بوده. پایان دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سرنگونی پرواز 752. خانواده‌های قربانیان می‌گویند عدالت قابل مذاکره نیست. خواهش می‌کنم ببینم می‌خوای چیکار بکنی؟ یادت همونه که با راننده سرویس کارخونه بریزی رو هم. و درخشش سینمای ایران در معتبرترین فستیوال فیلم ترکیه، پسر مادر جایزه تماشاگران جشنواره استانبول را برد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. تنها 13 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، انتخاباتی حساس که چشم بسیاری از جهانیان به آن دوخته شده. تا اینجای کار دونالد ترامپ در اکثر نظرسنجی‌های سراسری از جو بایدن عقب است، هرچند به اعتقاد ناظران این نظرسنجی‌ها ممکن است دقیق نباشد. ده ها میلیون نفر از طریق پست یا حضور در حوزه های انتخاباتی پیشاپیش رأیشان را به صندوق ریختند. دو نامزد این جمعه آخرین مناظره تلویزیونیشان را برگزار می کنند. مناظره‌ای که انتظار می رود شامل سیاست خارجی هم بشود. با نزدیک شدن به روز انتخابات، جدال لفظی مخالفان حکومت ایران هم بر سر این بالا گرفته که کدام نامزد در مسیر تضعیف جمهوری اسلامی گام برخواهد داشت و کدام یک به تثبیتش کمک خواهد کرد. ترامپ یا بایدن؟ این گروه ها کدام نامزد را ترجیح می دهند و چرا؟ بیشتر به این موضوع می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از خبرنگارمان بهمن کلباسی درباره آخرین های انتخابات. تصاویر پشت صحنه ای که دونالد ترامپ از مصاحبهش با یکی از پربیننده ترین برنامه های سیاسی خبری در آمریکا به نام 60 دقیقه توییت کرد که ببینید خبرنگار این برنامه خودش هم ماسک نزده. ساعتی بعد خبر آمد که رئیس جمهوری ناراضی از پرسش‌های این خبرنگار مصاحبه را نیمه تمام رها و تهدید کرده کل گفتگو را پیش از پخش از سوی آن شبکه منتشر کند تا از تعداد بیننده‌های برنامه کاسته شود. برگی دیگر از در افتادن‌های آقای ترامپ با رسانه‌ها که یکی از ستون‌های استراتژی اوست برای به وجد آوردن حامیانش. همزمان انتشار اخبار میزان موفقیت هر دو کارزار انتخاباتی در جمع کردن پول برای تبلیغات از طرفدارانشان نشان از پیش بودن چشمگیر تیم آقای بایدن و خانم هریس دارد. آنها 180 میلیون دلار برای خرج کردن در این 13 روز آخر در حساب دارند. در مقابل کارزار آقای ترامپ 63 میلیون دلار دارد. طرفداران رئیس جمهوری اما همان پاسخی را دادند که در مورد عقب بودن در نظرسنجی ها می دهند. 4 سال پیش هم همین وضع بود و ما پیروز شدیم. و همین خاطره سال 2016 است که سبب شده دموکرات ها با وجود پیش بودن در همه داده های موجود به شدت نگران باشند و مکرر به طرفدارانشان هشدار دهند که آسوده نخوابید، منتظر روز انتخابات نمانید و زود هنگام رأی بدهید. بر اساس آخرین آمار، کل آرای به صندوق ریخته یا پست شده به 40 میلیون رسیده. در انتخابات پیشین در مجموع نزدیک 140 میلیون نفر رأی دادند. کارزار بایدن همچنین دارد از همه سرمایه هایش در این روزهای آخر استفاده می کند. از جمله قرار است باراک اوباما امروز پس از ماه‌ها در خانه نشستن و تبلیغات مجازی به شهر فیلادلفیا برود و حضوری برای کمک به جو بایدن با رای دهندگان صحبت کند. کارزار ترامپ هم اگرچه حمایت رئیس جمهوری پیشین جمهوری خواهان جورج بوش را ندارد، اما میگویند شور و شوق حامیان آقای ترامپ به او دست بالا را میدهد.
و البته نفوذ رهبران معروف مذهبی مانند پت رابرسون از شاخه مسیحیان انجیلی یا اوانجلیست ها که دیروز گفت خدا به او گفته ترامپ مجدد انتخاب خواهد شد. انتخاباتی که چند هفته آینده خواهیم داشت و باور دارم که خداوند بهم گفت رئیس جمهوری مجدداً انتخاب میشه. دو هفته نفسگیر پایانی که مهمترین روز آن آخرین مناظره فردا شب میان ترامپ و بایدن است. فرصتی نهایی برای خطاب قرار دادن همزمان میلیون ها آمریکایی که نزدیک یک سومشان رأی دادند و تعداد مرددها هم در میان آنهایی که هنوز رأی ندادند زیاد نیست. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. ایران از جمله کشورهاست که دونالد ترامپ از اولین روزهای کارزار تبلیغاتیش توجه ویژه‌ای به آن داشته. به اعتقاد ناظران بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های او در خاورمیانه متأثر از همین توجه خاص به ایران بوده. خبرنگاران بی بی سی جهانی از سرویس‌های مختلف در یک رشته گزارش که در 13 روز باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پخش می‌شود، به بررسی سیاست‌های آقای ترامپ در قبال کشورهای مختلف پرداختند. در همین راستا من هم نگاهی داشتم به تصمیمات و اقدامات و مهم او در قبال ایران در دور اول ریاست جمهوریش. رابطه ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب در سال 57 رابطه خصمانه‌ای بوده. اما شاید بشه گفت دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ یکی از دشوارترین فصل‌های 4 دهه اخیر بوده. ایران یکی از اصلی‌ترین مباحث سیاست خارجی دونالد ترامپ بود. در 4 سال اخیر دو اقدام آمریکا اصلی ترین تصمیمات دونالد ترامپ در قبال ایران محسوب میشه. یک خروج از برجام و دو قتل قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. دونالد ترامپ از اولین روزهای کمپین تبلیغاتیش مخالفتش با برجام رو اعلام کرد. This was a horrible one-sided deal that should have never ever been made. او گفت که توافق برجام برنامه موشک‌های بالستیک ایران رو محدود نمی‌کنه و به ایران امکان میده که به فعالیت‌های به گفته او مخرب در خاورمیانه ادامه بده. در نتیجه در سال 2018، دو سال پیش از توافق برجام خارج شد. آقای ترامپ تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو که فروش نفت و روابط مالی ایران رو هدف قرار میداد، دوباره فعال کرد. اقدامی که مخالفت جامعه جهانی رو در پی داشت. بسیاری از کشورها نگران انزوای بیشتر ایران و تقویت تندروها در این کشور بودند. اقدام دیگر دونالد ترامپ ترور قاسم سلیمانی بود، یکی از خطرناک‌ترین دشمنان آمریکا در منطقه و معمار سیاست‌های توسعه طلبانه حکومت ایران در خاورمیانه. اقدامی به گفته سازمان ملل غیرقانونی. ایران در واکنش به دو مقر میزبان نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرد، هرچند هیچ سرباز آمریکایی در آن حمله ها کشته نشد. به اعتقاد ناظران این اقدامات دونالد ترامپ تا حدی موفق بوده. گزارش شده که ایران در ماه‌های اخیر فعالیت‌هاش رو در منطقه کاهش داده، هرچند هنوز به مذاکره با دونالد ترامپ تن نداده. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مناقشه ایران و آمریکا در سطح دعوای لفظی، تهدید و تحریم باقی موند. سیاست فشار حداکثری آمریکا اقتصاد ایران رو به زانو درآورد، اما دست کم تا این لحظه نتونسته ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه. سوال اینجاست که آیا ایران در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ تن به مذاکره میده یا ادامه فشار اقتصادی شدید در 4 سال آینده منجر به بی‌ثباتی و آشوب در یک کشور دیگه خاورمیانه میشه. دونالد ترامپ معتقده که ایران گزینه اول رو انتخاب میکنه. اما برای گفتگوی بیشتر امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا با ما هستند. آقای صوفیا مهر طرفدار سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و همچنین علی عصاره، حقوقدان از سان فرانسیسکو با ما هستند. آقای عصاره در انتخابات پیشروی آمریکا طرفدار آقای بایدن هستند و به دموکرات‌ها رأی می‌دهند. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای صوفیا مهر با شما شروع بکنیم. چرا فکر می‌کنید که دونالد ترامپ برای تضعیف حکومت ایران رئیس جمهور مناسب تریه؟ ما برای اینکه به این پرسش شما پاسخ بدیم باید در دو سطح بحث کنیم، یکی در سطح کلان و دیگری در سطح خرد. در سطح کلان ما میتونیم نوع حکومت ایران و نوع حکومت جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم که بر پایه منطقه روابط بین‌الملل جزء قدرت‌های تهاجمی
offensive powers کلاس طبقه بندی میشه. در سطح خرد میشه به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و بحران‌هایی که دامنگیر نظام هست و در نظر بگیم، یکی بحران مشروعیت، یکی بحران ناکارآمدی، بحران جانشینی علی خامنه‌ای هست. ببینید سیاست، هدف سیاست فشار حد اکثری لزوماً مهار جمهوری اسلامی به مثابه یک قدرت تهاجمی نیست، چرا که اصولاً قدرت تهاجمی را نمیشه بر اساس سیاست مماشات و بر اساس سیاست امتیازدهی مهار کرد. بنابراین ترامپ به این نتیجه رسیده و یا هدف فشار حد اکثری اینه که جمهوری اسلامی یا دندونهای جمهوری اسلامی کشیده بشه. میتوان به نیمی طنز و نیمی جدی گفت که اگر با جمهوری اسلامی با نصیحت دست از گاز گرفتن بر نمیداره و راه اون کشیدن دندانهای جمهوری اسلامیه. و ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد که یک دستشو قطع کنه و در پایان مذاکرات ترامپ حاضر یک دست مصنوعی به جمهوری اسلامی بده. به همین خاطر که آقای خامنه‌ای گفته که جمهوری اسلامی به هیچ وجه قدرت نرمالی نمیشه، به این معنا که هیچ وقت دست از اون سرشت تهاجمیش بر نمیداره و تبدیل به یک قدرت دفاعی نمیشه. و بنابراین دولت ترامپ شرایطی رو گذاشته و یا اصولاً اونقدر هزینه مذاکره رو بالا برده که جمهوری اسلامی انگیزه و مشوق کافی رو برای مذاکره نداره. صحیح. اما گزینه جمهوری اسلامی برای عدم مذاکره حتی میتونه از این خطرناکتر باشه و جمهوری اسلامی رو تا لب پرتگاه سقوط و چه بسا خود سقوط بکشانه. آقای اثار، شما فکر میکنید که چرا جو بایدن میتونه کمک بکنه به مخالفان جمهوری اسلامی؟ ببینید، ما یه ارزیابی احساسی میتونیم از قضیه داشته باشیم که آقای ترامپ میاد یه صحبتهایی میکنه، صحبت از فشار حداکثری، و ما خوشحال میشیم. حتی خود من به عنوان مخالف ایشون خوشحال میشم وقتی که ایشون رک و راست به رهبران ایران میتازه و این واکنش احساسیه، چون ما پر از دردیم، ما پر از خشمیم و واقعا اسفناک اوضاع که کشورمون امروز درش هست و مردممون باش دست و پنجه نرم میکنن. ولی اگه بخوایم ارزیابی عقلانی بکنیم، دو تا نکته رو من اینجا میگم راجع به سیاست‌های آقای ترامپ. یکی این که ایشون سیاست‌هاشون بر پایه دوستی و دشمنی شخصیه، نه بر پایه اصول. شما اگر نگاه کنید به رکورد آقای ترامپ، ایشون به عربستان سفر کرد، جزو اولین سفرهای خارجیش بود، دوست جونجونی این حکام عربستان هست. ایشون با طالبان قرار صلح ایجاد کرد و دولت افغانستان رو رها گذاشت. طالبانی که 11 سپتامبر به وجود آوردن، دیپلمات‌های ایرانی رو، جمهوری اسلامی رو سرشون رو بریدن، اینجور قاتلینی هستن. ایشون با آقای پوتین، عاشق آقای پوتینه و آقای پوتین که بزرگترین حامی دولت جمهوری اسلامیه و بدون آقای پوتین دولت جمهوری اسلامی نمیتونه اینجوری قلع و قمع بکنه، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. و آقای اردوغان و تمام آدمای دیگه‌ای که شما می‌شناسید، آقای ترامپ اینها هست. و این باعث میشه شما آیا اعتماد دارید که آقای ترامپ بیشتر دنبال اهداف دموکراسی در ایران باشه یا آقای بایدن؟ آقای اثار، خیلی کوتاه، آیا رئیس جمهوری های دموکرات آمریکا کمکی کردن به مخالفان در ایران؟ ببینید، اینجا من نمیدونم واقعا سیاست آقای بایدن، سیاست ریز ایشون چی خواهد بود و چه کسانی رو خواهد داشت، ولی یک نکته بدیهیه. من حقوقدان هستم، من به پروسه خیلی اعتقاد دارم، به یک فرایندی باشه برای تصمیم گیری. دولت آقای اوباما وقتی سر کار بود، من جزو هیئت مدیره کانون وکلای ایرانی در آمریکا هستم، ما جزوی از تصمیم گیری بودیم. ما رو دعوت میکردن به جشن نوروز داشتن در کاخ سفید و ایرانی آمریکایی ها جزو فرایند و پروسه تصمیم گیری بودن. آقای بایدن فقط، آقای ترامپ ببخشید، فقط داره به ما میتازه. آقای سوفیان، میشنید صحبت آقای عصار رو؟ به هر حال مثال هایی که میزنن، فرضاً دوستی دونالد ترامپ با رهبران عربستان سعودی، دوستی ترامپ با ولادیمیر پوتین، اینها نشانه هایی مبنی بر اینه که دونالد ترامپ به دنبال اعمال دموکراسی و رسیدن مردم ایران به آزادی نیست، بیشتر فقط به دنبال رسیدن یک توافق با جمهوری اسلامیه، یعنی دغدغه دموکراسی نداره اونطوری که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی دارن.
به نظر من هر کسی که فکر میکنه ترامپ میتونه برای ایران دموکراسی و آزادی بیاره در خواب و خیاله، چه موافق ترامپ باشه چه مخالف ترامپ باشه. مسئله اصلا این نیست. متاسفانه بعضیا به خاطر که بحث رو منحرف بکنن میگن که خب ترامپ که برای هیچ کس دموکراسی نمیره، اصلا طرفدار دموکراسی نیست، خودش اصلا فرد دموکراسی نیست. مسئله نیست، مسئله روانشناسی آقای ترامپ نیست و مسئله صرفا شخص ترامپ نیست، مسئله یک استراتژی. ببینید وقتی که ترامپ سر کار اومد یک تیمی از استراتژیست ها و سیاستگزاران سر کار آورده، اینجوری نیست که صرفا بله آقای چی بوده ترامپ... استراتژی آقای سوفیامه؟ خدمتتون عرض کردم این فشار حد اکثری. ببینید جمهوری اسلامی با آقای اوباما به توافق هسته‌ای رسید به دلیل اینکه نمیتونست همزمان در جبهه دخالت منطقه‌ای و به آشوب کشیدن منطقه و سلاح‌های به اصطلاح بالستیکی، موشک‌های بالستیکی همزمان نمیتونست و همچنین تحریم‌های اقتصادی همزمان نمیتونست در همه این جبهه‌ها با هم بجنگه. یک صلح تاکتیکی اعلام کرد در جبهه هسته‌ای تا بتونه نبرد خودشو در این جبهه‌ها افزایش بده. به همین خاطره که بعد از برجام تمام سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه افزایش پیدا کرد. اینی که میگم جمهوری اسلامی یه قدرت تهاجمیه و قدرت تهاجمی نمیشه با سیاست مماشات و امتیاز این مخاطب ناظر به همین تجربه شکست برجامه. آقای بایدن میخواد همون سیاست شکست خورده رو تکرار بکنه. البته من فکر نمی‌کنم مسئله برای آقای بایدن به این آسونی باشه. نهایتاً چیزی که آقای بایدن میتونه پیشنهاد بکنه چیزی یه نسخه از فریز در برابر فریز میتونه باشه که جمهوری اسلامی به اصطلاح به برجام برگرده، قرنسازی رو متوقف کنه و آمریکا از طرف دیگه تحریم‌ها رو متوقف کنه. ولی این یه مشکل داره. مشکل اینه که جمهوری اسلامی وقتی که تحریم‌ها به اصطلاح لغو شد و مشکل اقتصادیش حل شد دیگه انگیزه ای نداره که بیاد بر سر مسائل موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای و تروریستی مذاکره کنه. همین امکان داره باعث بشه که آقای بایدن به اصطلاح دچار تردید بشه که پیشاپیش تحریم‌ها رو لغو کنه و شاید در عمل تفاوتی در سیاست آقای بایدن و ترامپ نباشه و صرفا آقای بایدن بسه. اسم سیاستش رو تغییر بده. آقای عصار دیدم سر تکون میدید، مخالف صحبت آقای سوفیامه هستید. آقای سوفیامه اتفاقا موضوع اصلی دموکراسی در ایرانه و نه تغییر رژیم و انحراف صورت مسئله تغییر دموکراسی به ایران به تغییر رژیمه. و من اینجا میگم تا در آقای سوفیامه میگن که دولت ترامپ یک سیاست واکنش حداکثری داره، اسم این رو سیاست میگذاریم. این سیاست نیست، دولت ترامپ واکنشگراست، ارتجاعیه، واکنش نشون میده. آیا من این سوال رو میپرسم، آیا تحریم دولت ایران مهمتره یا تقویت ملت ایران؟ و این سوال خیلی ساده است. در فرهنگ انتخابات آمریکا این سوال تاریخی همیشه پرسیده میشه سر هر انتخاباتی که آیا وضعیت من شهروند از 4 سال پیش بهتر هست یا نیست. حالا ما داریم صحبت و راجع به ایران میکنیم، آیا وضعیت تقویت ملت ایران، قدرت ملت ایران، جامعه مدنی، وضع اقتصادی ملت الان بهتر هست از 4 سال پیش یا بسیار بدتر هست؟ و این جواب خودش رو میده این سوال که آیا ترامپ سرند. آقای عطاره 4 سال پیش وضعیت اقتصادی ملت بهتر بود، ولی آیا به دموکراسی فکر میکنید نزدیکتر بود ایران؟ اساسا آیا میشه بدون براندازی ایران به دموکراسی برسه؟ براندازی فقط قدم اوله و اون قدم آسونتر براندازی، قدم سختتر ایجاد دموکراسی در ایرانه. و اینجا باز یک سوال ساده دیگه من میپرسم، آیا دوستان ما در ایران، دوستان ایرانی ما دوست دارن در دولتی زندگی کنن که شبیه دولت آقای ترامپ باشه برای ایران، یا در دولتی زندگی کنن که شبیه دولت آقای بایدن باشه برای ایران؟ و این جواب سوال خودشون میده. آقای صوفیا مهر اشاره کردن، آقای عصاره، که تضعیف ملت ایران کمکی به رسیدن ایران به دموکراسی نخواهد کرد و فشارهای حداکثری منجر به تضعیف ملت شد. ببینید ایشون خلط مبحث میکنه. من منظورم این بود که ترامپ مسئول آوردن دموکراسی و آزادی به ایران نیست، این مسئولش ما ایرانیان هستیم. من منظورم این بود، نه اینکه مسئله دموکراسی در ما نیست.
مسئله اصلی ایران دموکراسی نیست، آزادی نیست. بله، مسئله اصلی ما استبداد در ایران، ولی سیاست‌های حداکثری استبداد جمهوری اسلامی به مسابقه قدرت تهاجمی محدود میکنه. ببینید، شما باید با منطق سیاست حرف بزنید. چون میگن که ما حرف احساسی نزنیم، ولی خب متاسفانه ایشون خودشون تحلیل روانشناختی میکنن. تحلیل روان این که ترامپ خودشیفته از ضد زن ریسیسته، این یه مسئله است. مسئله اینه که در عمل چه کار میکنه و در عمل کرده اون در عمل چه نتیجه میده، یه بحث دیگه است. من بحثم ناظر به این بخش دومه که سیاست حداکثر، سیاست مماشات با جمهوری اسلامی به مساوی قدرت تهاجمی فایده ای نداره. جمهوری اسلامی گفتم تا وقتی که دندان داره گاز میگیره و با پند و نصیحت و امتیاز دست از گاز گرفتن بر نمیداره. تنها راهش اینه که دندان این مار کشیده بشه و سیاست حداکثری به مساوی اینه که قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی تبدیل به قدرت دفاعی بشه. اون وقت زمینه مساعد میشه برای مخالفان جمهوری اسلامی تا آرزوهای دموکراتیک خودشون و ضد استبدادی خودشون رو اگر خلاقیت داشته باشن عملی کنن. آقای عصاره، دو نکته. یکی این که آقای ترامپ روانشناسی نیست، چون این کارهایی که شما گفتی ریسیس از ضد زن هست، اینا همه رو انجام هم میده، فقط روانشناسیش نیست، در عمل هم واقعا اینجوری هست. و دوم این که من پدرم تا فوت کردن امسا، ولی تا لحظه که فوت کردن تا همیشه یادشون بود عاشق آمریکا بود. چرا؟ برای اینکه ایشون در دسهول همیشه میگفت که اصل شیش آقای کندی اومد و تراخم رو در دسهول چیز برطرف کرد، و این همیشه عاشق آمریکا بود به خاطر قدرت آمریکا. از این نظر قدرت نرم آمریکاست که مهمه، این قدرت امیدبخشی، قدرت رهبر بودن در اصول دموکراسی و اولویت‌های دموکراسی. و اینجا یک نکته ریز، اون چیزی رو که ما دوست داریم لیبرالیسم هست، نه دموکراسی. لیبرالیسم یعنی حقوق اقلیت، حکومت قانون. حتی اگه 80% مردم هم بگن که آزادی بیان نباید باشه، نه، آزادی بیان باید باشه. و در مورد این اصول و اولویت‌ها ما الان باید اینها رو تقویت کنیم تا دموکراسی بیاد. اینجوری نیست که رژیم عوض شه. آقای سوفیا مهر گفتن رژیم عوض شه بعد اون وقت مخالفین میتونن بیان به عرصه. نه، اصلا اینجوری نیست. همونجوری که خودتون گفتید، ما الان باید بیان به عرصه. آقای سوفیا مهر، جمع‌بندیتون رو در 30 ثانیه بشنوید. بله، من فکر میکنم با حتی اگر بایدن سر کار بیاره، اولا اینکه در تغییر در دموکراسی آمریکا انجام نه، به نظر من دموکراسی آمریکا اینقدر قوی است که صد تا ترامپ هم بیاد و بره، هنوز اون نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون در آمریکا پابرجا خواهد بود. و اینجوری این تبلیغاتی که میکنن که ترامپ بهتر بحثو نبریم سر دموکراسی در آمریکا، فکر میکنم دور میشیم از موضوع بحث. آقای سوفیا مهر، راجع به ایران داریم صحبت میکنیم. بله، من فکر نمی کنم حتی بایدن هم بتونه به اصطلاح منجی جمهوری اسلامی بشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد توافقش به یه نتیجه برسه، این توافق در آمریکا باید تبدیل به قانون بشه. منظور اینه که باید به کنگره بره و تصویب بشه. ولی در نهایت شما فکر می‌کنید دونالد ترامپ برای مخالفان جمهوری اسلامی انتخاب بهتریه؟ بله. شما آقای عصاره؟ خیر. متشکرم از هر دوی شما، امین سوفیا مهر و علی عصاره. روسیه در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل از جامعه جهانی خواست که برای جلوگیری از درگیری در خلیج فارس یک سازوکار امنیت جمعی برای این منطقه تدوین شود. این کشور سال گذشته جزئیات طرح پیشنهادیش را به شورای امنیت ارائه کرده بود. طرح روسیه با حمایت همه اعضای شورای امنیت به جز آمریکا روبرو شد. نماینده آمریکا گفت تنها تهدیدی که در منطقه خلیج فارس وجود دارد ایران است و جامعه جهانی باید در برابر آن بایستد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. The VTC meeting of the Security Council is called to order. The provision. بار دیگر شورای امنیت و بار دیگر جلسه‌ای که خیلی زود ایران به مسئله اصلی آن تبدیل شد. جلسه‌ای که به خاطر کرونا به شکل مجازی برگزار شد و به همین دلیل برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این فرصت فراهم شد که بدون سفر به نیویورک و نیاز به ویزا در آن شرکت کند. وقتی نوبت به رئیس دوره‌ای شورای امنیت یعنی روسیه رسید، سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور ابتدا یادآوری کرد که خلیج فارس امسال به سختی از کنار یک درگیری مرگبار رد شد و
وقتی که ارتش آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران را کشت و احتمال وقوع جنگی فراگیر مطرح شد. راه حل روسیه آنطور که آقای لاوروف گفت طرحی است که این کشور سال گذشته به شورای امنیت ارائه کرده، یک ابتکار عمل دیپلماتیک برای رسیدن به امنیت جمعی در خلیج فارس. پیشنهادی که اول از همه با حمایت چین روبرو شد. تنها کشوری که تصاویر ویدئویی جداگانه‌ای نیز از سخنرانی وانگ یی وزیر خارجه‌اش منتشر کرد. آقای وانگ کاملا از ایده مسکو حمایت کرد و تاکید کرد که پکن از به وجود آوردن هر گونه سازوکاری برای همکاری کشورهای منطقه خلیج فارس حمایت می‌کند تا هم تنش خلیج فارس کاهش یابد، هم مسیر حفظ برجام هموار شود. تا اینکه نوبت به آمریکا رسید و کلی کرافت نماینده این کشور در سازمان ملل میکروفون را به دست گرفت. خانم کرافت اول از نگرش متفاوت سیاست خارجی کشورش در قبال امنیت خاورمیانه سخن گفت و اینکه واشنگتن از طریق میانجیگری بین اسرائیل و کشورهای عرب و توافقهای عادی سازی روابط نقش مهمی در صلح و ثبات منطقه داشته. و بعد از آن شرحی کامل از کارزار فشار حداکثری علیه ایران و تحریم‌های فزاینده‌ای که به گفته خانم کرافت با هدف تغییر رفتار ایران در خاورمیانه وضع شدند. در نهایت نکته کلیدی سخنرانی نماینده آمریکا مخالفت با طرح پیشنهادی روسیه بود. طرحی که در ادامه این جلسه با حمایت اعضای اروپایی شورای امنیت هم روبرو شد، اگرچه آنها نیز از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه به تندی انتقاد کردند. نگرانی بین المللی که این چنین در شورای امنیت باستا پیدا می کند، ریشه در اهمیت استراتژیک منطقه‌ای دارد که مهمترین گذرگاه نفت جهان است. منطقه‌ای که در پی تنش بین ایران و آمریکا در دو سال اخیر بارها صحنه حوادثی خسارتبار و پر ابهام بوده و نگرانی قابل توجهی درباره وضعیت رفت و آمد در این آبها شکل گرفته. پیشنهاد روسیه در واقع نتیجه همین نگرانی‌ها بود که سال گذشته به اوج رسید. و در همان روزها در میانه تابستان پارسال نماینده روسیه در سازمان ملل از این طرح پیشنهادی رونمایی کرد، طرحی که نسخه ای از آن در اختیار همه اعضای شورای امنیت قرار گرفت اما در آن روزها با استقبال چندانی روبرو نشد. عنوان رسمی این طرح ایده امنیت جمعی روسیه برای منطقه خلیج فارس است و به گفته روسیه هدف اصلی آن تأمین امنیت منطقه. بر اساس طرح اول پیشنهاد شده که مذاکراتی فراگیر انجام شود، مذاکراتی که در آن علاوه بر کشورهای منطقه نهادهایی مانند شورای امنیت، اتحادیه عرب، سازمان همکاری‌های اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس هم مشارکت داشته باشند. در گام دوم پیشنهاد شده که گروهی تشکیل شود تا همایشی بین المللی با نام کنفرانس امنیت و همکاری خلیج فارس تشکیل دهد. در آخرین گام از دل کنفرانس بین المللی یک سازمان بین المللی جدید تأسیس خواهد شد به نام سازمان امنیت و همکاری خلیج فارس، جایی که در آن علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس اعضای دائمی شورای امنیت نیز عضو باشند و کشورهایی مانند هند که منافع قابل توجهی در منطقه دارند فرصت داشته باشند تا به عنوان عضو ناظر در امنیت خلیج فارس مشارکت کنند. مخالفت آمریکا از سوی و عمق شکاف میان ایران و بعضی از کشورهای عرب جنوب خلیج فارس تشکیل چنین سازمانی را به یک ایده دور از دسترس تبدیل می کند. اما اهمیت امنیت خلیج فارس کارت برنده کسانی است که در تلاشند تا پلتفرمی برای ارتباط کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کنند و از مسیر دیپلماسی بخت هر گونه درگیری ویران کننده را در اینجا به حداقل برسانند. کیوان حسینی، BBC. در حمله شبه نظامیان طالبان به منطقه‌ای در ولسوالی بهارک در ولایت تخار افغانستان دست کم 34 نظامی کشته شدند. گمان می‌رود که تلفات بیشتر باشد. امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم با اشاره به افزایش خشونت‌ها گفت که طالبان به روایت کاذب فتح باور دارند. وزارت داخله می‌گوید که در یک ماه گذشته طالبان حدود 1200 حمله انجام داده و بیش از 550 نفر را کشته یا زخمی کردند. اما طالبان کشتن غیر نظامیان را همیشه رد کردند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. پر از جنازه‌های حمله شب گذشته.
شفاخانه ولایتی تخار. جنگجیان دیشب از چهار طرف به منطقه مسجد سفید ولسوالی بهارک حمله کردند، از جمله به یک قرارگاه نظامی. حمله مرگبار و خطرناک به گروهی از نیروهای ویژه. از قطعه خاص تخار 10 نفر شهید است و از قطعه خاص 999 هم 10 نفر شهید است و از پلیس ولایت تخار 17 نفر شهید است که 12 نفرش فعلا در شفاخانه 80 چنا آمده. با تاسف که در بین شهدا عامر صاحب امنیت ولایت تخار که راز محمد خان وجود دارد. یک داستان دیگر اندوه بر سر جنازه نزدیکان. گفته شده جنگجیان در ابتدا موترهای زرهی را از کار انداخته، سپس به نیروهای امنیتی حمله کردند. برخی از قطعه لیزری طالبان نام میبرند. اول افغانان رئیس جمهوری غنی امروز در مجلس نمایندگان داره توایی چه امریکایان و بانده حمله نکه منه نه مخوانده ولی حمله که او خطاب به طالبان گفت از اینکه توافق کرده اید که به امریکایی ها حمله نمی کنید تشکر، اما چرا به ما حمله می کنید؟ آقای غنی که امروز به خاطر معرفی اعضای کابینه جدید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفته بود، از روایت فتح کاذب سخن گفت. با وجود اطمینان که برای آتش بس و کاهش جدی خشونت در هنگام برگزاری لوجرگه داده شده بود، بدبختانه طالبان و حامیانشان به خشونت ادامه دادند. حملات اخیر طالبان به ولایت هلمند و غور و سایر نقاط کشور نشان دهنده این است که آنها هنوزم به روایت کاذب فتح باورمند هستند. او که از دستاوردها، برنامه‌ها و چالش‌های آینده صحبت می‌کرد، دست کم چهار بار با اعتراض و واکنش نمایندگان روبرو شد. نماینده ولایت همیشه در جنگ هلمند از بی‌توجهی دولت به وضعیت این ولایت شکایت کرد. خلاف اصول است. نماینده دیگری از بی‌عدالتی و ناتوانی دولت در آوردن اصلاحات اعتراض داشت که با اعتراض شدید آقای غنی روبرو شد. یا من نه هیچ چیز تاس خدمت تر آقلیم یا ممن بخشی مانوی چی بیا در نسخ دخل در توای افغان سیم بستم. آقای غنی گفت به احترام نمایندگان به مجلس آمده و اگر چنین وضعیتی ادامه داشته باشد دیگر به پارلمان نمی رود. آنچه که امروز رخ داد به خوبی بیانگر وضعیتی است که گریبانگیر دولت است. آقای غنی از یک طرف با چالش شدید ناامنی روبرو است و از طرف دیگر با نارضایتی گسترده از حکومت داریش. داستان مذاکرات صلح در قطر هم هنوز در همان ابتداست. علی حسینی، بی بی سی، کابل. جیب بری، کیف قاپی، موبایل دزدی و زورگیری در بسیاری از شهرهای شلوغ دنیا گهگاه دیده میشه. سرقت مسلحانه و زورگیری البته چیزی نیستش که هر روز در همه جای دنیا اتفاق بیفته. ایران و به ویژه شهرهای بزرگش مانند پایتخت هم مستثنا نبودن، اما به نظر میرسه که این روزها آمار دزدی‌های این چنینی در ایران افزایش قابل توجهی داشته و بعضی از این سرقت‌ها خسارت جانی هم به جا گذاشته. مثل این سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در منطقه حجتی تبریز که در اون صاحب طلافروشی زخمی شد و یک رهگذر جانش را از دست داد. پلیس تایید کرده که سارقان سه نفر بودند و هر سه نفر هم فرار کردند. اتفاقی که دیروز در تبریز افتاد بی سابقه نبود و پلیس اذعان میکنه که دزدی خیلی زیاد شده. تنها در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال دزدی از اماکن 29%، از مغازه‌ها 26%، سرقت موتورسیکلت 14%، اتومبیل 10%، کیف قاپی 10% و سرقت از خانه‌ها 5% افزایش داشته. البته نیروی انتظامی میگه کشف سرقت هم 14% بیشتر شده. با اینکه بازداشت سارقان و کشف اموال مسروقه بیشتر شده، خیلی از مال باخته ها و کسانی که هدف کیف قاپی و موبایل دزدی قرار گرفتن میگن دیگه هرگز به مال از دست رفتهشون نرسیدند و بعضن از پیگیری هم ناامید شدند.
گوشی من که آیفون 11 پرو هم بود و الان نزدیک 40 میلیون تومان قیمتشه، توی سایت همیاب و فلان. بعد گوشیتون رو موقعی که بدوزن دیگه هیچ کس برای شما پیگیری نخواهد کرد. اینایی که توی تلویزیون و غیره نشون میدن اصلا ساعت نداره، هیچ کس پیگیری نمیکنه. ما رفتیم آگاهی کلانتری دادگاه، خود ماموران آگاهی میگن که آقا نیاد دنبالش دیگه، اون گوشی که رفت رفت. یعنی شما که موقع شکایت کنی خود مامورهای آگاهی بهت میگن که آقا دیگه پیدا نمیشه، خودت هم علیکی اسیر نکن. و به این ترتیب 45 میلیونی باز ضرر کردیم. تجربه ما از سرقت موبایل اگه بخوام بگم توی این وضعیت اقتصادی تقریبا 29 اسفند 98 بودش که یه روز مونده به شبه توی چهارراه پشت چراغ قرمز چهارراه مولوی بودم و داشتم ویس تبریک ایگ میفرستادم از طریق واتساپ برای دوستان توی گروه که شیشه خودرو تقریبا اندازه 10 سانت یعنی حداقل 20% شیشه پایین بود و من پشت فرمون بودم تو ترافیک، حتی ماشین در حال حرکت با 10 تا سرعت در حال حرکت بود که به یک بار دیدم که گوشی رو از دستم سرقت کردن. از همون 20% باقی مونده شیشه سارق دستش آورد تو و گوشی از دست من قاپید، حتی ماشین در حال حرکت بود و پرید پشت موتور رو توی کوچه ها رفت. اوایل برج پنج بود که آیفون 11 منو دزدیدن سر کوچه خیلی راحت و هرچی من جوق و هوار کشیدم کسی نیومد کمکم کنه و این دزدا رو بگیره و تو روز روشن بود و اینکه آگاهی بابول یه دزدی رو گرفت در حین ارتکاب جرم بودش و تمام دزدیای اخیری که قلوش 15 تا پرونده بود و انداخت جمعش کردن و انداختن گردن این دوتا دزدا و انداختنشون زندان. خیلی زودم آزاد شدن به قید سند و اینا، اما در واقع این دزدا دزدی نبودن که گوشی منو دزدیده بودن، فقط خواستن سر و ته این پرونده ها رو جمع کنن که بگم ما کارمون رو به درستی انجام میدیم، ولی وجدانن و خدایی این دوتا دزدا دزدی گوشی ما و اکثر پرونده ها نبودن. دو سه تا از دزدی ها رو اعتراف کرده بودن که سرقتش ها انجام دادن و شاکی ها هم اونجا بودن، ولی تحولوش 12 تاشون هممون میگفتیم که نه اینا نیستن، ولی آگاهی میگفتش که نه بگین که خودشونن، فقط به خاطر اینکه پرونده ها از رسیدگی به پرونده ها سرباز بزنن. البته ما نمی‌تونیم صحت گفته‌های این خانم رو تایید بکنیم. یک نکته قابل تأمل درباره دزدی‌ها پدیده موسوم به سرقت اولی هاست. کسانی که ظاهراً از روی ناچاری و اوضاع بد اقتصادی به دزدی رو آوردن، به نظر میرسه که سیاست‌های تنبیه حکومت در برخورد با دزدی و زورگیری و سرقت مسلحانه که تا گردوندن در شهر و اعدام همگاهی پیش رفته، در پیشگیری از این جرایم موفق نبوده. دلیل اصلی این وضعیت شرایط سخت اقتصادی یا چیز دیگری؟ سعید محیط‌فر استاد پیشین جامعه شناسی در دانشگاه تهران از پایتخت ایران با ماست. آقای محیط‌فر خوش آمدید به برنامه. اساساً وقتی که نگاه میکنید به آمار افزایش جرم، فکر میکنید که این افزایش معناداریه یا اینکه ویژگی کلان شهرهای بسیاری از کشورهای جهانه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. قطعا همونطور که در ارائه آمار مطرح کردید، درصدهای قابل تأمل و معنیداری هستش. یعنی مثلا در فاصله یک سال به طور میانگین 20% میزان سرقت ها افزایش پیدا کنه، این حاکی از اینه که باید یه اتفاقاتی در کشور افتاده باشه. البته من فکر میکنم که شاید ما خیلی نباید موضوع رو هم به مثلا مسائل اقتصادی واگذار کنیم، اگرچه قطعا شرایط کشور خصوصا در یک سال گذشته و خصوصا این چند ماه به شدت بحرانی بوده و میزان تورم و افزایش قیمت ها بسیار بالا بوده، ولی خب در کنار عوامل اقتصادی عوامل دیگه‌ای هم هستن که
باعث این شدن که به صورت معناداری آمار سرقت در کشور افزایش پیدا کنه. چه عواملی موثر بودند آقای مهدی؟ خب ببینید، ما اگر بخوام یه دسته‌بندی از این عوامل بکنیم، خب بخش اولش که اشاره کردید و مهم هم هستن، عوامل اقتصادی هستند. قطعا ما با یک رکود تورمی بی سابقه روبرو هستیم، چند برابر شدن قیمت ها و واکنشی که جامعه در آبان سال گذشته نسبت به این افزایش قیمت ها کرد و از اون زمان به بعد به شدت این افزایش بیشتر بوده. بنابراین چند تا پدیده اقتصادی رو در کشور رقم زده که یکیش مسئله گرانی است، فزونی هزینه ها بر درآمدها که خب این مهم هستش، و کم کم کوچکتر شدن سفره ها و فقیر شدن مردم. در کنار اون مسئله بیکاری هست. خب در واقع اقتصاددان ها بیان میکنن که هم مسئله کرونا، هم به هر حال سوء مدیریت، تحریم ها و مسائل دیگه باعث شده که میزان اشتغال به شدت کاهش پیدا کنه، علارغم اینکه نتونستن دولت زمینهای جدید اشتغال ایجاد بکنن. بر اساس برآوردها در خوشبینانه ترین حالت 2.5 میلیون شغل تا پایان امسال از دست خواهد رفت و بر اساس بدبینانه ترینش هم 6 میلیون شغل از دست خواهد رفت. خب به هر حال به یک عبارت میشه گفت داره هزینه درآمد صفر میشه برای خیلی، خصوصا با نسل جوان، و از اون طرف گرانی سر جای خودش هست. کنار این تو حوزه اقتصادی مسئله نابرابری ها و تبعیض های وحشتناکه. همین در واقع کسانی که الان با شما صحبت کردن تاکید میکردن روی آیفون 11 یا مواردی مانند این. خب ما میدونیم الان رژه ثروت توی کلان شهرها برقراره، در حالی که مردمی در فقر و بدبختی و بیچارگی زندگی میکنن و هر روز سفره هاشون کوچکتر میشه، کارشون از دست میدن. از طرفی ثروت های بادآورده ای هستش که این ثروت های بادآورده افراد رو حریص میکنه بر اینکه نهایتاً در واقع چرا من و چرا بقیه این وضعیت رو داشته باشه، یعنی در تحریم ها من فقط باید همه چیز رو و هزینه هاش رو بپردازم. در کنار این عوامل اقتصادی ما عوامل دیگر رو داریم. خب مدت هاست پرونده های فساد رو ملاحظه میکنید تا سطح معاونت قوه قضاییه و در رؤسای بانک ها و در واقع بخش های دیگه که با رانت های حکومتی و امثال این فسادهای هزاران میلیارد دی انجام دادن و این فسادها رو دائم تو رسانه ها داره بازنمایی میشه. وقتی که در واقع در اون سطح این فسادها داره اتفاق میفته و کسب اموال نامشروع و ثروت اونم با این حجم وسیع، طبیعیه که در واقع بسیاری عملا اون معیارهای کسب حلال رو از دست خواهند داد. برام اینم یکی از بحث‌هاست. موضوع دیگه در واقع زوال اخلاقی در جامعه است. متاسفانه به شدت در واقع ارزش‌های اجتماعی پایین آمده. یه روزی اگر افراد دنبال نان حلال، کسب حلال بودن، امروز دیگه در واقع با این افتضاحی که به وجود آمده و ناکارآمدی و فقر و تورم و نابرابری، عملا دیگه این ارزش ها رنگ باخته. بنابراین اگر افرادی در فقر زندگی میکردن و صورت خودشون رو با سیلی سرخ میکردن و دست به در واقع کارهای نامشروع نمیزدن، ولی امروز در واقع عملا با زوال اخلاقی میتونن هر کاری رو انجام بدن. بنابراین اینم یه نکته است. در کنار این واقعا بی مقدار شدن، بی ارزش شدن انسان ها در این جامعه است. خب میدونید اگر یک کسی حرمت داشته باشه، اگر در واقع جایگاه شغلی اجتماعی داشته باشه، این دست به هر کاری نمیزنه. ولی وقتی که نه شغل داره نه جایگاه اجتماعی داره و دائم تزلزل پیدا میکنه، بنابراین این میتونه دست به هر کاری بزنه. بنابراین اینا عوامل در کنار این احساس که کشور داره تو شرایط بسیار بدی میگذرونه و هر روز داره بدتر میشه، بنابراین امید نسبت به آینده داره از بین میره، امید به این که این کشور ثبات خواهد داشت، نظم خواهد داشت، داره از بین میره. بنابراین اینها همه میتونه تو کنترل اجتماعی هم تأثیر بذاره، میتونه رو عوامل در واقع نظارت و
کنترل اجتماعی انتظامی هم تأثیر بگذاره و مجموع این هاست که وقت سرقت رو به عنوان یک پدیده بیشتر میکنه. حالا من این نکته آخرم بگم، ما تازه تا 5 ماه اول برآوردها بوده، 5 ماه اولی که حداقل در یک عرصه میشه گفت یک احساس نسبت به آینده بوده، اونم مسئله بورس بوده. الان از مرداد ماه که بورس هم به شدت سقوط کرده و هر آن داره بدتر میشه، ما باید پیش بینی بکنیم که روزهای بسیار سختری رو در آمار ناهنجاری ها من جمله سرقت داشته باشه. متشکرم سعید محیط‌فر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران. دور دوم مذاکرات هیئت اوکراینی و ایرانی درباره سرنگونی پرواز 752 در تهران به پایان رسید. جزئیاتی از این مذاکرات در دست نیست. خانواده‌های جان باختگان خواستار دیدار با مقام‌های اوکراینی بودند که این خواسته هم عملی نشد. در حاشیه این دیدار خانواده‌های قربانیان با تقاضای دادخواهی روبروی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران محل مذاکرات تجمع کردند. این هواپیمای مسافربری اوایل زمستان پارسال با شلیک 2 موشک پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران نزدیک تهران سرنگون شد و همه 176 سرنشینش کشته شدند. مریم افشان گزارش می‌دهد. ما آمده‌ایم به نمایندگان اوکراین بگیم یکیشون بیاد اینجا، فقط ما 2 کلمه باش حرف بزنیم برمیگردیم، شعار هم نمیدیم، حرفی هم نداریم. یکی از مهمترین خواسته های خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراین. من یه چیز خدمتتون بگم، چون کار دارم من نماینده وزارت خارجه ایران هم وقت چندانی برای پاسخگویی نداشت. ببینید یه دیپلمات خارجی باید واقع نگر باشه، نمیاد در خیابون با مردم یک کشور دیگر بزنه. اجازه بدید من خب یه نماینده در نهایت هیئت اوکراینی ایران را ترک کرد و حتی با خانواده های کشته شدگان و یا نماینده آنها هم دیدار نکرد. Waiting for closure and justice. خانواده ها البته در فضای مجازی پیامی برای تیم مذاکره کننده اوکراینی گذاشتند. شما امروز در سالن های فرودگاهی قدم زدید که در صبح 8 ژانویه 29 کودک و نوجوان در آن بودند. در آرزوی رسیدن به خانه، در فکر حضور در مدرسه، در روز بعد در رویای به آغوش کشیدن عروسک هایشان یا دوباره دیدن دوستانشان. مسئولان ایرانی بدون شک به استقبال شما می آیند تا روایتشان را باور کنید، تا توطئه شریرانه آنها را بپذیرید و آنگاه که با لبخندهای موذیانه آنها در همان فرودگاه بدرقه می شوید، بدانید که آنجا مدفن آرزوهای ماست، جایی که زندگی شاد همه ما را از ما ستاندند. پیام ما به شما روشن است، حقایق را منتشر کنید. دنیای آزاد حق ندارد به جنایتکاران اجازه دهد حقیقت را قربانی جنایتشان کنند. عدالت قابل مذاکره نیست. عدالت در دادگاه به دست می آید، نه پشت میز مذاکره. در تهران هم خانواده ها در مقابل نماینده وزارت خارجه ایران از خواسته ها و دردهایشان گفتند. من نمی بخشم. خدا می بخشم. اول محاکمه بعد مذاکره. موشک دومی که اینا به چی زدن؟ عمدن بوده. این دیگه نمیتوانست غیر عمد مسامحه و یا اشتباه چیز باشه، بهش دستور داده شده از قبل. به چشمای من خوب نگاه کنید، اگر دروغی داره خدمت بشه تو را ببینید، بزنید تو. اجازه بدیم تا بتونید. یک واقعی هوایی چیزی نیست که بشه پنهانش کرد، این ابعاد بین المللی داره. این چیزایی که مطبوعات می‌نویسن ساده نگریه، سطحی نگریه. خب مطبوعات داخلی، مطبوعات داخلی واقعیت خاصی چه روز اجازه بدید 3 روز که چرس کنم در واقعی MH17 که در اوکراین اتفاق افتاد، 4 ساله کسی در خود چیز مسئولیت نکرده. یعنی این شما رو توجیه میکنه؟ اجازه بدید. نه نه سر البته این اثر من شمس بود. این چیزی نیست که کسی بتونه پنهانش کنه. من یقین دارم تو همینطور که سال هاست چشم ملت نگاه کردید و دروغ گفتید، همتون اینجا رو هم دارید دروغ میگید. شما از اول ببینم آقای بارمن، اگر بچه شما توی این هواپیما بود بازم همین کارو میکردید؟ نه ما
در کجای این کار هستیم؟ ما در کجای ایستادیم آقای بهاروند؟ چرا ما در تحقیقات نیستیم؟ مگر خون بچه ها مال ما نیست؟ مگر ما ولی دم نیستیم؟ مگر اینها دیگر گوشه ما نیستن؟ پس چرا ما در تحقیقات نیستیم؟ دیروز هیئت اوکراینی قبل از شروع مذاکرات از محل سقوط هواپیما بازدید کرد و با گذاشتن گل در آن محل به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کرد. این هم توییت سفیر ایران در اوکراین که نوشته طرفین مذاکرات را سازنده ارزیابی و بر حل و فصل مسائل بر اساس مقررات بین المللی تاکید کردند و همچنین یادآوری کرده که دور بعدی مذاکرات در حدود یک ماه دیگر در کیف خواهد بود. حدود 10 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط 2 موشک سپاه پاسداران می‌گذرد و هنوز خانواده‌های داغدار سوالاتی دارند که مسئولان جمهوری اسلامی به آنها جواب ندادند، از جمله اینکه چه کسی مسئول شلیک به هواپیما بوده و آیا این شلیک عمدی بود یا آنطور که سپاه مدعی است اشتباهی. مریم افشنگ، بی بی سی. فیلم پسر مادر به کارگردانی مهناز محمدی، کارگردان ایرانی، جایزه ویژه بخش تماشاگران جشنواره استانبول رو برد. جشنواره فیلم استانبول که در 2 بخش داخلی و بین المللی برگزار میشه، معتبرترین رخداد سینمایی ترکیه است. فیلم پسر مادر که فیلمنامه‌اش رو محمد رسولوف نوشته، داستان زنیه که با داشتن 2 فرزند سرپرست خانواده است ولی به خاطر مشکلات مالی ازدواج میکنه و از فرزندانش جدا میشه. کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم. یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده، دیگه تکرار نمیشه. نمیدونستم انقدر دیر میشه. میکنم ببینم میخوای چیکار بکنی. یا قدید همونه که با راننده سرویس کارخونه بریزی رو هم. جون بچت دست از سر من بردار. بابا من شما رو دوست دارم. به سایه یه مرد رو سرت. به خدا نعمت ها. من نمیتونم پسرم ول کنم. جوان توی خونه کوچیک توی اتاق، والا به خدا 1000 تا حرفتش در میاد. نمیخوای کمک کنی زندگی مامانت عوض بشه؟ میخوام. مهناز محمدی، کارگردان فیلم پسر مادر، از تهران با ماست. خانم محمدی، ابتدا تبریک میگم بهتون بابت برنده شدن جایزه جشنواره ترکیه. از اینجا شروع بکنیم که چرا اساسا رفتین سراغ این سوژه؟ جذابیت این داستان براتون چه بود؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. جذابیت این داستان چجوری میتونم بگم که شاید دنبال جذابیت نبودم. من تلاش میکردم قصه ای رو که زندگی کردیم و زندگی میکنم رو بگم. قصه یک مادر یک زن مستقلی که تمام تلاشش رو میکنه در این شرایطی که توی بر این جامعه حاکم هست، اختیاراتی که در دست در این اینکه زندگی هست که مال خودش هست ولی در این حال مال خودش نیست، مربوط به اون جامعه ای که براش تصمیم میگیره که چی کار کنه. هیچ تصمیم خودش در اصل به انتخاب خودش بر نمیگرده. بارها خودم در این شرایط زندگی کردم، تو جامعه مستند ساختم و مشاهده کردم جذابیت نبود در اصل. در اصل درد بود که باعث شد اینو بسازمش. در شرایط امروز سینمای ایران بسیاری شکایت دارند از محدودیت ها و مصائبی که اکران فیلم های غیر گیشه در واقع همراه داره. برای شما چطور بود؟ آیا آسون بود ساخت این فیلم؟ معمولا اصلا ساختن، کار کردن در اینجا آسان نیست، به خاطر اینکه تو هیچ وقت با یک گروه، با یک یعنی با اون ارگانی که تو میری وزارت ارشاد و ازش پروانه ساخت میگیری فقط درگیر نیستی، همیشه حواشی هست و همیشه گروه هایی هستن که اونها مداخله گر هستن که ساختن رو برات سخت میکنه، زندگی کردن رو برات سخت میکنه. همونجوری که برای لیلا زندگی کردن سخت هست، برای زنای ما هست، برای من ساختن این فیلم هم سخت بود.
از روز اول به تک تک کلمات و جملهات و فیلمنامه‌ای که میرفت و میومد تکه پاره میشد و هی گفتگو بود که آقا جای این کلمه عوض بشود اون بشود. نه اصلا سخت نیست، اصلا راحت نیست، اصولا زندگی کردن تو این جغرافی راحت نیست. تو نمیدونی که اصلا به کی جوابگو هستی. پروانه‌ای که فیلمی که پروانه ساخت داره باز مجددن تو باید بری جواب پس بدی. نه اصلا راحت نیست به هیچ عنوان، مگر اینکه از خودشون باشی و یک جوری به اون سیستمی که اونها میگن بله رو گفته باشی و بخواید تا به اونها باشی. نه برای هیچ کس راحت نیست. پیامی به زبان ترکی برای جشنواره فیلم ترکیه فرستاده بودید، از اون پیام به ما بگید. پیام رو متاسفانه بیمارستان کنار خواهرم بودم و زیاد چیز نبودم، ولی تلاش میکردم که پیام شادی بدم، ولی تنها احساسی که اون لحظه داشتم این که گفتم من هم مثل امیرعلی نمیدونم، هنوز بیننده تو فیلم رو ندیدن، امیدوارم بالاخره از این موانع عبور کنیم و بتونیم اکرانش کنیم. در حقیقت گفتم منم مثل امیرعلی پشت به پنجره زندگی منتظرم و امیدوارم و مطمئنم که یه روز خوب میاد و امیدوارم به اکران فیلمم. و در نهایت خیلی کوتاه، هم در داخل ایران هم خارج ایران برنامه اکران چیه؟ چطور میشه ایرانیان ببینن این فیلم رو؟ در خارج از ایران که خب همه چیز به صورت سیستماتیک، خام همه چی طبق اون قانونی که وجود داره، فیلم جشنواره موو جایزه برده، نمایشش توی 3 تا کشور هست، اکرانش از دسامبر شروع میشه، تو تایوان اکران شده، خیلی کشورها راحت اکران میشن. تنها جایی که همیشه مشکل هست خونه خودمونه که با توجه به تمام رعایت اون قوانین ناقص و بعضن معیوبی که وجود داره ما تمام تلاشمون رو میکنیم، ولی کماکان سنگهای جلوی پات انداخته میشه که اون فیلمی که برای مردم ساخته شده، برای خودمون. من توی این فیلم دقیقا دستم جاییه که میره رو گلوی خود مردم که ما چقدر در این بلبشویی که هست، توی تمام این فسادی که هست، تمام این ایراداتی که توی این جامعه هست، تمام این تصمیمات که هست، ما چقدر تصمیم گیرنده و چقدر مقصریم. و فکر میکنم که بزرگترین کاری که میشه در حق این مردم کردیم که این فیلمو به خودمون نشون بدیم و ببینیم ما چقدر در زندگی هم تأثیر میگذاریم و چجوری با رنج در زندگی هم دیگه تراژدی میذاریم. ولی هنوز مشخص نیست که در ایران اکران میشه یا نه. اکرانش خوشبختانه بچه های گروه هنر رو تجربه، چون تمام مراحل قانونیش، پروانه صاف، همه چی داره، همه اونا انجام شده است و اونها تلاششون رو میکنن و دوست دارن که اکران بشه. ولی کماکان من زمانی که از تورنتو از جشنواره برگشتم، از موقع تا به امروز، کماکان باز مورد گروه دیگری که نمیدونم اونا چه کارن و چقدر تصمیم گیرنده هستن، اصلا چقدر به اونا ارتباط داره، هنوز تحت گفتگو و به قول یک واژه‌ای که قدیم‌ها استفاده میکنن مشغول چانه‌زنی هستن که آقا اینجا چرا این هست، اونجا چرا اون هست. در نهایت که وقتی بهشون میگه آقا من یه سوال ازتون دارم، این فیلم چطوره؟ آیا شما این فیلمو دوست دارید؟ آیا این فیلم ایرادی دارد؟ که خودشون اعتراف میکنن که نه، این فیلم شرافتمندی هست. و حالا چرا و کی و کجا ما متوجه نمیشیم، ولی ما تمام مراحل قانونی رو رفتیم و تمام مجوزها رو هم داریم و تمام تلاشمون. متشکرم. مهناز محمدی براتون آرزوی موفقیت روزافزون میکنم. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت ما و یوتیوب تماشا بکنید. فعلا شب خوش.